نفعی به خاطر احترامی که برای او و هنرش قائل بودم مغرور شده و در مقابل همه در حضور من اینطور به تو بی احترامی کرد. بگو جناب یحیی، چه مجازاتی به نفعی بدهم؟ سرورم، بخشش برای او مجازات است. شاعر است، در قصیده، در این روزگار استاد است. قفلت کرده، متوجه حرفای من نشد، بعد می آید دستم را می بوسد. بخشیدن زکات نفس از سر برم. حضرت علی فرمودند از بخشیدن خسته نشوید و در مجازات کردن هیچ عجله‌ای نکنید. من والدم را نبخشیدم جناب یحیی. حکمی که دادید را می دانم. پیداست تو نیز با تصمیم من مخالف هستی. دخالت کردن کشم سلطان در امور و کارهای دولت بدون شک خطای بزرگی است. فقط روی برگرداندن از والده نیست پسندیده نیست. فراموش نکنید که یک حکمران قدرتش را از خون پدر و از دعای والده اش به دست می آورد. سرورم، دقیقاً به همین سبب نیز والدم خودش را موظف می داند در همه امور دخالت کند. فکر می کند قدرتی که سلطنت را برپا نگه داشته از اوست، در حالی که به خاطر قدرت من، خون من و شجاعت من است، به خاطر کسی دیگر نیست. سلطانم، آباز مهمت پاشا خبر فرستاده سرورمان امروز در دیوان تصمیم گرفتن تا به جنگ بروند. به جنگ با ازبکان میروند. با تبعید کردن من برای خودش تصمیم میگیرد. فکر میکند پیروز شده. من چه خیال ها و چه آرزوهایی داشتم. میخواستم با هم و کنار هم به دنیا حکم برانی. سلطانم، پسرم مرا رها کرد. سلطانم، سرورمان بدون شما موفق نمیشوند. خشمشان که بگذرد دوباره دستتان را میگیرند. خواهید دید خودشان میآیند و شما را به قصر میبرند. حتما به قصر باز میگردم، باز میگردم، ولی نمیدانم که دوران همین دوران خواهد بود یا نه. دخترانم، شما فکر میکردید که من مردم، لکن نمردم. با یاری شاهزاده ام زنده هستم. این راز را کسی به جز شما و او نمیداند، نباید هم بداند. در حالی که کوشم سلطان فکر میکند از من رها شده، من به فکر مقبره‌ای برای او هستم.
این چیز که می نوشی قایق ران. شربت از بابا. وقتی یکی دو جوره از این بنوشید دیگر این موجها برایتان ترسی ندارد. اگر این طور است به ما نیز بده تو جرعه از آن بنوشیم. نه نمی شود، شما نباید بنوشید. چرا نباید بنوشم؟ داخل شراب است. شراب سنگین است، شخصا آن را درست کردم. نمی توانی آن را تحمل کنی، هم خودت را به درد سر می اندازی هم مرا. بده بده. چیزی که روی تو اثر گذاشته روی من اثری ندارد. باشه بیا بگیر. نام تو چیست قایق رو؟ مصطفی هستم قربان، اما همه به من بکری میگویند. بکری مصطفی. برای این است که همیشه سرخوشم. این لقب برازنده ی توست بکری مصطفی. زنده باشی. تو مگر از ممنوعیات پادشاه خبر نداری؟ سلطان مراد همه را اعدام میکند و سر همه را میبرد. ممنوعیات در خشکیست، ما حال در دریا هستیم. سلطان مراد خان اینجا چطور میتواند مرا ببیند؟ راحت باشی. اگر من سلطان مراد باشم چه؟ این مردی هم که کنارم هست سلاحدار مصطفی باشد چه؟ آن زمان چطور میخواهی نجات پیدا کنی؟ ای خدا، والله که با این پارو تو را میاندازم در دریا. ای خدا، دو جرعه نوشیده خودش را پادشاه فرض کرده. پناه بر خدا، اگر یک کوزه می نوشید میخواست بگوید که دنیا را من آفریدم. سرورم، دستور دهید تا جانش را بگیرم. اما آقا یار، شما مزاح میکنید. سرورم عف کنید، نوکرتان بکری جسارت کرد، مرا ببخشید. بکری مصطفی، تو شبیه انسانهای خوب هستی، بسیار هم باهوش هستی. بنوش، ولی بدون اینکه من و کسی دیگر ببیند بنوش. اگر ببینم سرت را میبرم. آه خداوند، از شما راضی باشد جناب سرورم. پارو بزن تا ما را به قصر برسانی. اطاعت میکنم. آه چه هوایی. سلطان مراد تصمیم دارد به جنگ برود. به ایروان خواهد رفت. وظیفه اصلیت اکنون آغاز می شود خاتون. از هر قدمی که پادشاه بر می دارد، هر دستوری که صادر می کند به یاد خبردار باشیم. فریا سلطان اجازه نمی دهد. مدت هاست که نمی توانم روی سرورمانو ببینم. هر کاری می توانی انجام بده تا بتوانی وارد اتاق سلطنتی شوی صنوبر. با آن آقا چه می گفتید؟ از سرورمان می پرسیدم. هنوز به قصر باز نگشته. سرورمان را فراموش کن خاتون. حتی فکر کردن به اونیز ممنوع است، فهمیدی؟ دیگر کسی نیست که از تو محافظت کند. مرا تهدید می کنید سلطانه؟ من ذره ای به تو اعتماد ندارم خاتون. چشمم به توست. هر چیزی که مخفی کرده ای را آشکار می کنم. مرا با خودتان قیاس نکنید سلطانه. من از سرورمان هیچ چیزی را پنهان نکردم. من چه پنهان کردم؟ سلطانم، صنوبر خاتون، سرورمان به قصر بازگشتند. امشب تو را خواستند، حاضر شد. لاله زار کالفا، سرورمان نخواسته آری؟ تو او را می‌فرستی. گفته بودم کسی به جز من وارد اتاق سلطنتی نمی شود. سلطانم، وظیفه من این است. می دانید که سرورمان شاهزاده ای ندارد.
نه تنها سنوبر بلکه مجبور هستم خاتون‌های دیگر را نیز بفرستم. داخل شوید. سروره، چشمانم نگاه کرد و تن آمیزان خاتون را به اتاق فرستاد. برای آزار دادن من عمدن چنین می‌کنند. در هر فرصتی به من زخم می‌زنند. سلطانم، خودتان را ناراحت نکنید. حتی اگر همه ی حرم را به اتاق ایشان بفرستند، چشم سرورمان به جز شما کس دیگری را نمی‌بیند. نگران نباشید. نمی‌توانم فرزندی بیاورم. سیر من چیزی به جز این. سلطانم، حالتان خوب است؟ بشینید، من فوراً حکیم خاتون را خبر میکنم. سب کن، نه، خوب هم دیگر گذشت. سلطان مراد کشم سلطان را به قصر قدیمی فرستاده. حتی به مادرش هم رحم نکرد. میگویند تصمیم دارد به جنگ برود. پادشاه به جنگ با ازبکان میرود. انشالله میرود و دشمنان را نابود میکند. سلطانم، ای کاش به حرف سینان پاشا گوش میکردید و به شهر نمیامدید. اگر کسی ببیند من جواب پاشا را چه بدم؟ از آن درخم خسته شدم، فقط میخواهم کمی نفس بکشم. اگر سینان پاشا تو را بازخواست کرد، بگو که سلطان من این گونه خواستند. سلطانم، وقتی دست نوشته را گرفتیم نمیدانید چقدر خوشحال شدیم، انگار دوباره متولد شدیم. خیالتان آسوده باشد. قصد ندارم تا شاهزاده‌ام به سلطنت برسد بمیرم.
دیگر بایزید نیز همراه ماست. بعد از این با قدرت قدم برمی‌داریم. حاضر هستیم برای شما هر کاری بکنیم سلطانم. جانمون فدای راه شما. کاشم سلطان به قصر قدیمی تبعید شده. آیا امکانی هست او را ببینید؟ ما را برای خدمت برده سلطانم. به راحتی می‌توانیم وارد اتاقش بشویم. آهیست. این وضعیت کار ما را آسان‌تر می‌کند. زیرا که امشب باید کار کاشم سلطان را تمام کنید. پایگاه را بررسی کردم شاهزاده. ینیچری هایی که جانب ما هستند نیز از وضعیت رضایت ندارند. آنها نیز مانند بقیه از ظلم و ستم سلطان مراد به سطوح آمدند. میخواهند شما به سلطنت برسید. چگونه میتوانیم اعتماد کنیم سینان پاشا؟ میدانید که فرمانده ینیچری ها کماندار به کشم سلطان بسیار وفادار است. کمکی فراتر از آنچه که تصور دارید در خدمت شماست. مردم، سربازان، رجال دولتی همه حاضرند جانشان را در راه شما فدا کنند. وقتی به جنگ رفتند ما نیز وارد عمل می شویم. از جنگ به عنوان پادشاه دولت عثمانی باز خواهید گشت. اصلا نمی دانم کی به این روز افتادیم سینان پاشا. کی بین من و برادرم فاصله افتاد. ما برادرانی صمیمی بودیم. زمانی که از زیر بال و پر والدش بیرون آمد و تصمیم گرفت پادشاه باشد شاهزاده هم، دقیقا آن زمان بینتان فاصله افتاد. قدرت هست، انسان را آلوده می کند. نه دوستی در اطرافت باقی می گذارد نه برادر. تنها می مانید و پیش رویتان تنها دو راه است: یا ظالم می شوی یا عادل. سرورمان ظالم بودن را انتخاب نمودند. اما شما شاهزاده ام، شما حکمرانی عادل باید باشید. بیایید. سرورم. سرورم. ببخشید مزاحمتان می شوم، لکن کایا سلطان من بسیار ناآرام هستند. چه شده؟ نمی دانم سرورم، دیروز هم این گونه شدند. اما وقتی صنوبر خاتون ایشون را در آغوش گرفت آرام شدند، به همین خاطر آوردمش. باشد لاله زارکالفا، من رسیدگی خواهم کرد. آغوش مادر احتیاج دارد. هرچقدر دایه ها و کالفا ها مهربان باشند، جای مادر را پر نمی کند. خیلی کوچک است. فکر می کنیم هیچ چیز را نمی فهمد، لکن احساس می کند. نبود مادر خواهر و برادرش را حس می کند. ناآرامیش به این خاطر. سلطان بد اقبال من، به او خوب رسیدگی کن صنوبر. نگران نباشید سرورم، سلطان من را تنها نمی گذارم. فاریا سلطان نیز برایشان نگران هستند. شاید خودشان را مقصر حس می کنند. اگر می دانست اینطور می شود حتما حرفی نمی زد. چه حرفی نمی زد؟ فاریا چرا خودش را مقصر حس میکنه؟ چه میخواهی بگویی؟ سرورم مرا ببخشید. بگو خاتون. فاریا سلطان، آن روز به اتاق عایشه سلطان رفته و به او گفته که اعدام خواهد شد. عایشه سلطان بدین خاطر فرزندان خود را کشت. سنوبر خاتون،
دیشب نزد سلطان مراد بودم. فرمان محرمانه که نوشته بود را خواندم. به یک پاشا فرمان داده تا درباره موضوعی با والی ایروان امیرگون برای صلح مذاکره کند. سلطان مراد به تازگی تصمیم به جنگ گرفته. نکند این یک نقشه باشد؟ قطعاً هست. صلح یک بهانه است. میخواهند هنگام مذاکرات امیرگون را بکشند. پس که اینطور. خیلی خوب شد که این را فهمیدی خاتون. من زودتر میتوانم به ازبکان خبر بدم تا مراقب باشم. تو به حرم بازگرد. بیایید. در نهایت بارها آمدم ولی نبودی. آن روز، روزی که فرزندانم جان دادند، آیا تو به اتاق عایشه رفتی و به او گفتی جزایش تبعید نیست و اعدام است، فاریا؟ من سلاحدار به تو گفته؟ پس سلاحدار نیز می داند. من مانند همیشه آخرین نفر می فهمم. با تو باید چه کنم فاریا؟ تو بگو. باید با کسی که باعث مرگ فرزندانم شده چه کنم؟ مراد، من نمیدانستم این چنین می شود. اسیر خشمم شدم. میخواستم آزارش بدهم. اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که عایشه این کار را بکند. به خاطر تو روبروی همه ایستادم. بارها جانم را هیچ دانستم. حتی خیانتت را بخشیدم. در مقابل تو مرا محکوم به مرگ فرزندانم کردی فاریا. فکر میکنی من عذاب نکشیدم؟ فکر میکنی متوجه گناهم نشدم؟ من مگر من میخواستم که باعث چنین اتفاقی باشم؟ اما او مادر بود. به ذهنی چه کسی میرسید که فرزندانش رو بکشد؟ مراد، به اتاقت بازگرد فاریا. گوش کن، خواهش میکنم. دیگر نمیخواهم حتی صدایت را بشنوم. مراد، جناب پاتریک گورگ، خوش آمدید. ممنون خلیل پاشا. مهمت پاشا منتظرتان است. بفرمایید. بیا جناب گورگ، بیا. مهمت پاشا، برای اینکه دوباره مرا به محضرتان پذیرفتید متشکرم. پیشتر مشغله هم زیاد بود، نتوانستم خوب به حرفایت گوش دهم. اکنون بگو تا بدانم دقیقاً چه خواسته ای از من داری.
از شما میخواهیم زمانی که در دیوان درباره روز جشن صحبت میکنید در مورد شبهه روز دقیق جشن از ایشان سوال کنید. تنها خواسته ما همین است پاشا. عالی است. در واقع در این مسئله حق با ارامنه است. به همین خاطر من نیز در دیوان جانب شما خواهم بود. نگهبانان، چه شده؟ از من چه میخواهید؟ تو به سرورمان گفته ای، درست است؟ از چه صحبت میکنید؟ چه چیزی را گفتم؟ تو به سلطان مراد گفتی که من با عایشه حرف زده بودم؟ قسم میخورم به من ارتباطی ندارد، کسی دیگر گفته. فقط دو نفر میدانستند، آنها نگفتند. فقط یک احتمال میماند، تو گفته یاری؟ فکر میکنی انتقام عایشه را گرفته ای؟ بگو، تو را میکشم. باشد، صبر کن، آرامش میگویم. صنوبر خاتون، میانه حرفایم به او گفته بودم، حتما کار اوست، او گفته. سلطانم، صبر کنید، دست به کاری نزنید. صنوبر خاتون نورچشمی سرورمان است، نمیتوانید به او آسیب برسانید. اگر بفهمد چیزی برای از دست دادن ندارم. سرورم، اتفاق بدی که نیفتاده است انشاءالله. فاریا مسبب مرگ فرزندانم بوده مصطفی، تو این را میدانستی؟ چرا به من نگفتی؟ چطور توانستی از من پنهان کنی؟ ببخشید سرورم، لکن مجبور بودم پنهان کنم، مخصوصا به خاطر شما. بعد از آن هم اتفاقی که رخ داد، نمیخواستم با این موضوع شما را ناراحت کنم. فاریا از کجا حکم اعدام را فهمیده بود؟ تنها تو می دانستی؟ اطلاعی ندارم. قطعاً به اتاقم آمدند و حکم را دیدند. راه دیگر به ذهنم نمی رسد. و حتی تو از این موضوع خبردار نشدی؟ نگهبان، قربان خیر باشه، سرور من خیلی ناراحت بودن. مهم نیست حسین، تو چرا آمدی؟ مهمت پاشا را تعقیب کردم، دقیقا همانطور که حدس می زدیم بود. راهب ارمنی برای حل کردن مشکلش به پاشا رشوه داد، با چشمانم دیدم. عالی است. این موضوع میان ما می ماند حسین، زمانش که برسد به آن رسیدگی می کنیم. دربان، تو چه هستی؟ چه هستی؟ خودت رو چه فرض کردی؟ چرا از من به سلطان مراد شکایت برده ای ها؟ فکر میکنی بی جواب میمانه؟ به جای اینکه خجالت بکشی مرا بازخواست میکنی؟ صدایت را ببر، صدایت را ببر، تو را میکشم. سلطانم، حالتان خوب است؟ فکر نکن که نجات یافته ای.
انتقام این کارت رو میگیرم. میخواهی چه کنی؟ همون کاری را که با عشق سلطان کردی انجام دهی؟ سلطانم لطفاً، میترسم بلایی بر سرتان بیاید. لطفاً بروید، کمک کنی، کمک کنی. دختران، تو چه میکنی خاتون؟ تو چه میکنی؟ مگر نمیدانی چگونه با یک سلطان صحبت میکنند؟ چه کرده ای که سلطان من دیوانه شدند؟ همه برگردن سر کارشان، زود باشی. فاریا سلطان آن روز به اتاق عایشه سلطان رفته و به او گفته اعدام خواهد شد. من نمیدانستم که اینطور می شود. عایشه سلطان بدین خاطر فرزندان خود را کشت. می خواستم آزارش دهم. نگهبان، داخل شو. سلطان، سرورمان شما را خواستند. زمانش رسیده که وفاداریتان را به من ثابت کنید. هر چیزی را که از دست داده این دوباره پس خواهید گرفت. سرورمان مرا خواستند. سرورمان کجا هستند؟ هی.
گلبهار سلطان سلام رسوند. چه میکنید؟ رهایم کنید، رهایم کنید، من کاری نکردم. سلطان مراد کجاست؟ سلطان مراد رهایم کنید، من کاری نکردم. سلطان مراد کجاست؟ سلطان مراد رهایم کن، من کاری نکردم. سلطان مراد کجاست؟ سرور من کجاست؟ سلطان مراد والدم، حالتان خوب است؟ زخمی نشده اید؟ من باردارم، باردارم. گلبهار زنده است، گلبهار زنده است. پیدایش میکنیم والدم، پیدایش میکنیم و مجازات میشود، هم او هم بایزید. زندگیم رو نجات دادی، اگر تو نبودی مرده بودم. خدا نکند. گذشت والدم، فوراً به سرورمان خبر بدهیم تا فکری کنند. خیر، نباید به مراد اعتماد کنیم، نه به مراد نه به بایزید. هرگز نباید اعتماد کنیم، آیا فهمیدی؟ مخصوصا بایزید، باید زودتر از او رها شوی. دیگر دوران عوض می شود و تو به سلطنت می رسی.